ضعف حافظه داره دعا بکن، مشکلات اقتصادی داره دعا بکن، مشکلات خانوادگی داره دعا بکن، مشکلات درس و تدریس و دعوت داره دعا بکن، مشکلات محبت داره که با کسی محبت نمیتونه، کسی با تو محبت نمیکنه، دعا بکن. هر نوع مشکلی که داره با خدا در میان بگذار، طور با خدا صحبت بکن مثل که با یک دوست صمیمی صحبت میکنه. خدا از تو خیلی به اصطلاح تشریفات را کار نداره، از تو خیلی نمیخواد که با او با لغت حرف بزنی، با فصاحت و بلاغت حرف بزنی، طور صحبت که گویا با دور از تشبیه با یک دوست صمیمی صحبت میکنه. خدای من این مشکل دارم، تو خیلی قوی هستی، من ضعیف هستم، تو حالت من آگاه هستی، تو توانایی رفع مشکل مرا داری، من نمیتونم از مشکل خود موفق برایم. سودمندترین داروها دعا هست، یکی از قویترین داروها دعا کردن هست. حالا دعا شرایط داره که باید چه شرایط در دعا باشه که به خاطر رفع مشکل ما کارا باشه و کار آمد باشه. خب دقیق متوجه باشین جناب حامد و قارس بن نقیب. اول، اصرار در دعا. اصرار در دعا از مهمترین بخش قبولی دعا است. ابن ماجه در سنن خود از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه، من لم يسأل الله يضب عليه، کسی که از خدا سوال نمیکنه الله متعال بالاش خشمگین میشه. تو چقدر بی‌نیاز هستی؟ خب ما و تو توانایی یک تحمل زمستان یخش نداره، تحمل یک دندان دردی نداریم، با وجودی که میفهمی که به این اندازه ضعیف هستی که ضعف تو گاهی وقت تحمل یک درد که تو نمی داشته باشی، میفهمی که قدر ضعیف هستی، بازم به خدا مراجعه نمی کنی. من لم يسأل الله يضب عليه. فرق خدا و بنده هایش، فرق خدا و مخلوقش به حد هست. از کسی اگر سوال کنی از یک مخلوق شاید کم بالات قهر شوه، الله متعال اگر ازش سوال نکنی سرت قهر میشه. اصرار بکن در دعا کردنت، زیاد اصرار بکن، از دعا خسته نشه هیچگاهی. دعا بی نتیجه نمیشه، هیچ دعایی بی نتیجه نمیمه، حتی اگر دعایی باشه که متوجه نمودی ولی بالاخره یک جای مینچینه، یک لحظه تو در عبادت بوده. عایشه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله روایت میکنه، عایشه رضی الله عنها، خواب نشوی، ان الله يحب الملحین فی الدعاء، الله متعال الحاح کننده ها در دعا خیلی دوست داره. همی که میگه ربنا 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 ربنا، اللهم ای خدای ای خدای، به هر زبانی که میگه، به هر اندازه‌ای که اصرار میکنه خدا خوشش میاد. ان الله يحب الملحین، الحاح در دعا، اصرار در دعا را گفته میشه، زیاد اصرار میکنه. خدای مشکل داره، بارها دعا بکن، سالها دعا بکن، ماها دعا بکن، بالاخره اگر قبول هم نشود عبادت خواه هست. ان الله يحب الملحین فی الدعا. مورق رحمه الله میگه مؤمن را ما همچون شخصی در دریا بر روی تخته یافتم که پیوسته دعا میکنه که پروردگارا پروردگارا. وقتی تو دعا میکنه طور فکر بکن که در یک کشتی سوار هستی و حالت دریا طوفانی هست و اگر ما دعا نکنم غرق میشم. و دعای چه قسم خواب بود؟ دیگه چیزی نخواد گفت، فقط امو دعا بود، خدای نجات بده، خدای نجات بده، خدای نجات بده، خدای نجات بده. شاید هزارها بار بگویی. مورق رحمه الله میگه حالت در وقت دعا چنینی باشه. دوم، شتاب زدگی نباشه، عجله نباشه در دعا. گاهی وقت ما عجله میکنیم، خیلی دعا کردم هیچ مفید واقع نشد. بیشتر در ابتدا یادآوری کردم که حسرت زده نشویم. ما بیشتر گفتم که الله متعال ذات قدرتی است، نه ابزار قدرتی، او در وقتش برات میده. گاهی اوقات شاید یک دعای در زمان قبول شود که خودت بگی خوب شد که در او قبول نشد، آله قبول شد. آله به طور مثال یک کسی تصمیم ازدواج داره، تصمیم ازدواج، جوان ها دیگه زیادی گپارو خوش داره، تصمیم ازدواج داره، خیلی اصرار میکنه که با فلان شخص ای کاش من ازدواج کنم، با فلان شخص، چه دختر باشه چه پسر باشه، کاش با فلان شخص. دعا میکنه، دعا میکنه، دعا میکنه، یک سال، دو سال، سه سال، اما یک چند وقت بعد میبینه که او کسی نامزد شده. یک دفعه ناامیدی برش پیدا میشه که چی قسم شد، ولی دو ماه بعد در یک جای با کسی ازدواج میکنه که با خود میگه خوب شد که اون نشد ای شد. ما نمیفهمیم، ما فقط یه چیز را در ظاهر ذهن خود زیبا میسازیم، ولی تو پولدار باشم، ثروتمند باشم، چوکی باشه، قدرت باشه، به اصطلاح ما شما کش و فش باشه، ای تو خانم باشه، خوب تصویر سازی میکنه. اما الله متعال تصویر خوبتر از تو کرده،
وقت برای ساخته آماده کرده. بخاری حدیث روایت کرده که میگه دعایتون قبول میشه تا زمانی که عجله نکنن. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایه، میگه اگه انسان دعا میکنه، دعوتو فلم یستجب لی، میگه دعا کردم قبول نشد. این قبول نمیشه، حالا براتون میگم، پیشتر یادآوری کرده. تو که به این یقین داشته باشی که دعا قبول خواهد شد یا نخواهد شد، یقین داشته باش قبول نمیشه. اگر یقین داشته باش که دعا قبول میشه، یقین داشته باش و باور داشته باش که دعایت قبول میشه، پذیرفته میشه. مسند احمد حدیث را روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایه، میگه بنده ها در خیر هستند تا زمانی که در دعا عجله نکنند. در عجله یعنی نتیجه دعا رو زود نخواهید. گاهی اوقات در دعایتون لااقل امی باشه. اون روز یک کسی تماس گرفته بود، گفت من یک چیز را میخواهم، دعا میکنم دعای ما قبول نمیشه. ما گفتم شاید در خیرت نباشه. گفت اگر ای تو دعا کنم که خدا یه چیز در خیر ما بگردانه، ممکن است. گفتم ما دعا کن، شاید خدا او چیز را در خیر تو بگردانه. برای خدا خود ممکن نیست. میشه که الله متعال او را در شر تو نوشته کرده باشه، تو دعا کن که او در خیر تو شوه. سیوم مشکلی که در دعاهای ما وجود داره، حضور قلب در دعا نیست. بیشترم یادآوری کرده. حالا مگر روی ما طرف پشت سر باشه با شما صحبت بکنم، در دو دقیقه خسته میشه. یک روزی یک شاگردی از استاد خود پرسان میکنه که استاد گرامی، ما چرا خدا را نمیبینیم؟ خب دقیق باشه، چرا خدا را نمیبینیم؟ استادش از پیش روی صف، پشت سر صف رفت، پشت سر شاگرد خود رفت، گفت مرا میبینی؟ گفت نه خیر جناب استاد. گفت شاید به خدا پشت کرده باشه که خدا را نمیبینی. ما گاهی اوقات در دعای خود به خدا پشت میکنیم. روبروی خدا باش. ایتو نه که یک جای موقعیت برای خدا تعیین میکنه، یعنی حضور در قلبت باشه نسبت به خدا، که خدا حضور داره میبینه. الا لم تكن تراه فانه يراك. اگر تو خدا را نمیبینی، خدا تو را میبینه، فریادت را میشنوه. مردی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که از جمله انصار بود، عادتش تجارت بود، وظیفه‌اش تجارت بود، گاهی اوقات پول بعض مردم را میگرفت، سر تجارت میکرد، به اونها فایده میداد. یک روز در مسیر راه تجارت، راهزنها، دزدها و کاروانی از دزدها پیشروی ایستاد شد و ایر ایستاد کرد، توقف داد. گفت خب شخصگیری ما آمد، هر چقدر پول داری بپرداز، بعد از حرکت کن. یه از اصحاب رسول الله هست. گفت هم پولیت میگیریم، مالی که داریم مالت میگیریم و در نهایت از بینت میبره، قتل میشه. او برش گفت که شما خود پولی مرا کار دارین، شما خود ثروت مرا کار دارین، شما خود مالی که در نزد ما هست او را کار دارین، ما براتون میپردازم، من رها بکنم. گفت نه خیر، خون تو هم در کار ما هست. ما عادت مایی کار روزمره ما است که در ضمن از اینکه ما مال تو رو میگیریم، خون تو هم برای ما خیلی میتونه مباح اساسان میریزانمش. گفت خیر اجازه بدین که من 4 رکعت نماز بخونم. 8 رکعت بخون، اجازه داره، هیچ مشکلی نیست، بخون 4 رکعت نماز بخون، ادا بکن. این نماز خدا ادا میکنه، در سجده دعا میکنه که الله متعال مرا کفایت کو از شر این لس. لس در عربی دزد رو گفته میشه. مرا کفایت کو، به داد ما برس. اللهم یا غیاث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی. مفترون است در دعا. دمی حالت است که در وقت دعا کردن در سجده که یک کسی یک بالای یک اسب تیزه روی روان هست، شمشیر در دستش است، بالای نزدیم دزد میه، دزد سرش میزنه، سرش میزنه و طرف می اندازه که از نماز خلاص میشه که دزد دوش افتاده و این نفر بالای سرش استاد است، کسی که دزد را زده، راه زن را زده. یه حالت را که میبینه میگه تشکر است تو که به این حالت با داد من رسیدی. گفت کی هستی؟ گفت من از ملائک پروردگار هستم، از فرشته ها هستم. از جمله ملائک بوده. گفت دعای اول که کرده، در دعای اولت گفت که یا مغیث اغثنی، ای الله بداد ما برس، ای کسی که فریاد را میشنوی، فریاد ما را بشنو. گفت امو لحظه ای که در دعای اولت بودی، در آسمان ها یک صدای ترق و ترق به اصطلاح ما شما، یک صدا شد در آسمان ها. گفت دفعه دوم که گفتی، فریاد از اهل آسمان شنیده شد که در فلان جا یک شخصی مشکل داره. گفت دفعه سوم که گفتی،
گفت به ما گفته شد که فلان جا یک شخص ناراحت در حال دعا از خود را برسان در جایش. گفت ما از خدا اجازه قتل انسان را خواستم، گفت اجازه داد. ما از او جا آمده. گاهی اوقات ایترون میشه، فقط با فرصت خیلی کم، زمان خیلی کم، میشه که یک کار ناممکن به ممکن تبدیل شود. فقط یک اندازه حضور قلب باشه، اعتماد به پروردگار باشه، یقین به پروردگار باشه، به زودی قبول میشه. در غیر صورت که یقین نباشه، تمرکز نباشه، حضور قلب نباشه، خود در خود ذات دعا مشکل باشه، تو زودتر اصرار در دعا نکنه و عجله در دعا داشته باشه، فکر نکنه قبول شه. و همچنان دعاهای مأثور در دعا باشه. دعاهای مأثور گاهی وقت ما طور دعا میکنم، تمام دعای ما با ملهجه و زبان خود ماست، درست مشکل نداره، اما گاهی وقت پیامبر بر ما دعا یاد داده که فلان دعا را حتما بخونید، در فلان وقت فلان دعا را بخونید، صبح یا شام، از طرف شب، بعد از فلان نماز، بعد از فلان این، در فلان ساعت، در فلان وقت، در فلان شب، برای ما گفته تمام چیزها. اسلام برای ما تو برنامه داره. حتی ترمیزی حدیث را روایت کرده از رسول ما صلی الله علیه و سلم، پیش از اینکه حدیث را بگویم، ما دستور به این داده شدیم که با اسم اعظم پروردگار ما الله را بخواهیم، اسم اعظم، اسم بزرگ خدا. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید اسم الله الاعظم فی هاتین الآیتین، اسم اعظم پروردگار در دو آیه هست، و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، یا نام الله هست، یا رحمان هست، یا رحیم هست. یک آیه دیگه هم هست، الف لام میم، سوره آل عمران، الله لا اله الا هو الحی القیوم. رسول الله میگه شاید اسم اعظم پروردگار در یکی از دو آیه باشه، یا در هر دوی آیه باشه. پس گاهی وقت که دعا میکنیم، در ابتدای دعای خود باید اسما و صفات پروردگار را ما بیان بکنیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الله متعال اسمای نیکو و زیبایی داره، با مو مشکلی که داری امو نام الله را صدا بکن. حالا گناه کرده بگو یا غفار. در حالتی هست که اگر گناه تو افشا شوه تو شرمنده میشی یا ستار. در جای قرار داره که در حال مغلوب شدن هستی، یا قادر، یا قدیر، یا خبیر، الله متعال را با مون نامش بخواد در حالتی که تو قرار داری، با مون نام الله را صدا بکن. حتی در رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه، میگه شما خود را یک دعا یاد داده، در مسند احمد این روایت شده، حدیث میگه خود را با دعای یا ذل جلال والاکرام آویزان بکنه. یعنی در دعایتون اکثریت کلمات تانی باشه که یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. حتی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که مشکل سر میخورد، حدیث رو ترمیزی روایت کرده، با مشکل مواجه میشد، اکثریت اوقات این دعا رو میگفت، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. این دعا رو همیشه. حتی در یک حدیث آمده که ایر صحیح حاکم روایت کرده، میگه کسی اگر در مریضی، دقیق متوجه باشه، اگر کسی در مریضی 40 مرتبه دعای ذنون را بخونه. ذنون کی است؟ یونس علیه السلام دعایش چی هست؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در یک مریضی 40 مرتبه ای را با صدق دل بخونه، اگر این انسان به می مریضی وفات بکنه، درجه شهید را داره. حدیث را صحیح حاکم روایت کرده. دیگه مشکلی که گاهی وقت در دعا وجود می داشته باشه، ما شرایط مناسب را مد نظر نمیگیریم. شرایط مناسب را، درست دعا هر وقت که این زمینه مساعد شد وقت داشتی دعا بکن، اما گاهی اوقات بعضی دعاها وقت خود خاص خود را داره. مثلا اخیر شب، بعد از نماز عصر روز جمعه، بعد از نمازهای فرض، بین اذان و اقامت، در این وقتا دعا کردن خیلی مهم است. سوم حصه شب، ماه رمضان، شبهای رمضان، شبهای قدر، در این وقتا دعا کردن، وقت نزول باران، اینی وقتا دعا کردن، اگر ما شرایط دعا را مد نظر بگیریم، باز خیلی مفید تمام میشه. پس بین به خاطر رفع مشکلات خود از اسلحه به نام دعا استفاده بکنیم. من بعد درس عملی ما و شما این هست که بعد از نمازهای فرض، که یکی از دوستای ما دیگه عادت را داره، نامش نمیگیرم، بعد از نماز فرض حتما لااقل 3 دقیقه دعا بکنه. حتما بعد از هر نماز فرض 3 دقیقه دعا بکنید. دعایتون در حق خودتون باشه. در ابتدای دعا ثنای بالای پروردگار، درود بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم،
بعدش دعاء اول سنه پروردگار خیلی بیان شو، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا غفار یا ستار، این چیزا گفته شو. بعدش باز دعایت رو بگو، در اخیر هم سنای پروردگار و بعدش درود یا بیان شو. بعد از دعایت یقین به اجابتش داشته باش و این رو دوامدار بگو در اوقات مختلف، در اوقات مناسب، در اوقات خاص، با زبان عادی. اول دعاهایی که خودت یاد داری و دعاها فراموش نشه، دعاهایی که پناه به پروردگار میبری، اللهم اینی اعوذ بک، یا اینا نعوذ بک، اگر احیانا بخل بالای تو غلبه نمیکرد، باز دعا توری بکن که تک کسایی که در خانه هست یا در محاورت هست، رفقایت هست، اللهم اینا نعوذ بک من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الفقر والكفر، ونعوذ بك من السمعة والرياء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة النساء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، تمام شو صايم بالروايات، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغرق والحريق، ونعوذ بك من القلة والذلة والمسكنة والغفلة والعيلة، ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ودعاء هيك سبايان بارك سريتي وقد كرده، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا دعائي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. بهترين دعاء يا دعائك، اللهم إنا نسألك إصلاح الساعات والبركة في الأوقات، اگر دعائي غير مسنون إن دعائك بالذهن تومي گرده. يا دعائي اللهم بخاطرك رياض انسان دور شوه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يا دعاء بري خود ودر زمنش بدر ومادر أستاذ مؤمنين، اللهم اغفر لي ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بهترین دعا یا بخاطر توفیق انسان توفیق به یک چیز بیابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. یا یک انسان از قرضها نجات بیابه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، که اللهم طالب از رزق روزی حلال نصیب بگردانه. بس دعاهایی از دعاهای مسنون کتابایش یا هم در موبایل ها وجود می داشته باشه، پی دی اف یا کدام فایلی دیگه، و همچنین در کتابخانه و انتشارات هم وجود داره. کتابا رو بگیرین و یا عادتتون باشه در دعا کردن. اصلا ما براتون میگم اگر توفیق در همه عمرات می خواهین، دعا زیاد بکنه. دستی که به سوی خدا بلند میشه، یا زمانی که دستتون به سوی خدا بلند شد، الله متعال کار بیهوده انجام نمیده، قصد دادن چیزی به تو داره. امام شافعی رحمه الله میگه که اگر کسی از طرف اخیر شب دعا میکنه، این حیثیت تیری را داره که هرگز هدف را خطا نمیکنه و پشیمون نشین از دعا کردن. اگر حق گفته باشیم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر نه حق گفته باشیم سهم شیطان بوده، اشتباه لفظی، خطای گفتاری و علمی و هر اشتباهی که خلاف مجلس بود، ما را بزرگواریتان عفو بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.